بگو ببینم برادر، میخوای چی کار کنی؟ من حرفامو زدم برادر، هر کسی میخواد توی این راه پربرکت با ما بیاد، راه من راه اوناست، زندگی اونا زندگی منه. بیشتر از این حرفی برای گفتن ندارم. حیفه برادر، حیفه. تو واقعا راهتو گم کردی. چقدر زود یادت رفت سلطان سلیمان چی گفت وقتی تو دسته ما آخرین نفساشو میکشید؟ پدر! پدر! قبیل را به شما میسپرم، مثل انسان ها بچه هاتو، از قبیله در برابر دشمن محافظت کنیم، از سنت جدمون اوز و قوانین دولت سلجوقی اتحاد کنیم، متحد باشیم. این جوری از اتحادمو محافظت میکنی؟ سلطان سلیمانه که راه منو باز کرده برادر، اما چشات انقدر کور شده که همینطور فراتر از نابینایی مبارزه میکنی. ارتقرال گندودو، ارتقرال، بجز صحبت از اتحاد و مقاومت و دوستی دیگه چه کاری بلدین انجام بدی؟ هان؟ تو یه جایی، گندودو هم یه جای دیگه، سنگرتکین هم یه جای دیگه، دوندارم جای دیگه. چقدر دیگه اینجوری ادامه پیدا میکنه هان؟ ادامه داره مادر، تا وقتی شما به ارتقرال تکیه میکنی ادامه داره. کنار شاهزادگی شورشیه، حلیمه خاتون که مردمو تحریک کرده، از طرف دیگه لشکر خشبین سلطان. با همه این اوضاعی که پیش اومده کدوم آلت میخواد بیاد طرف تو بگیره؟ به هم بگو. برادر این کارو نکن، بذار سنگورتکین وظیفه‌ای که بهش دادن رو انجام بده. یعنی منظور شما اینه که بذاره برادرمو بکشه؟ حلیمه، من اجازه نمیدم سنگور رو تو کاری کنین که بعدن به خاطرش پشیمون بشیم. برادر نمیذارم سنگور تکین تو اینطوری افسارتون رو دست کبک بدی. ارتقرال گندادو، ارتقرال، ارتقرال، میخوای چی کار کنی ها؟ بگو میخوای چی کار کنی پسرم؟ من با حلیمه میرم مادر، ییتم با ما میاد، من میرم پیش سلطان و همه اتفاقا رو براش توضیح میدم. باز یا یکوبک، گموشتکین و نویان، کاری که با توتکین و گوک چه کردن. فکر میکنی سلطان حرفتو باور میکنه؟ باور میکنه برادر، این چیزیه که میگم. من همیشه باورت داشتم، دیدم هر حرفی که میزنی با این که دردناکه ولی حقیقت داره. شاید حق با توه، اما
حق داشتن چه فایده ای داره ها؟ بعد این همه درد دیگه درد جدایی رو به جونمون ننداز. اگه سلطان حرفمو باور کنه و بذاره زنده بمونم، با دلاورایی که به من ایمان دارن به مرز بیزانس کوچ میکنم. حرفم اینه مادر، حقتو حلال کن. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. کوتاه نمیاد مادر. این درسته پسرم، خیمه سلطان سلیمان باید شاهد همچین چیزایی باشه. هرچی خیره همون میشه مادر. بیا بریم، خانهای دو درگالی منتظرمونن. مدت ها منتظر این لحظه بودم که برادرم رو ببینم. خدا رو شکر که به لطفتون میبینمش. اما یه چیزی هست که میخوام بدونی ارتقرول خان. سنگور تکین خان رفته پیش امیر سعادت الدین. سر شامم نبود. میترسم یه وقت سنگور تکین خان زبونم لال بلایی سر برادرم بیاره. باید سریع بریم حلیمه خاتون، نباید وقتو از دست بدیم. به 99 نام خداوند متعال بخشنده و مهربان که دل ما رو پر از ایمان میکنه. خانهای شجاع و شریف دودورگالی، خدا کسی که برای حق با ظالم می جنگید جای توتکین خانو در بهشت قرار بده انشاءالله. آمین. اینجا جمع شدیم تا خانه جدید انتخاب کنیم که جای خالی توتکین خان رو پر کنه. انشالله خان جدید برای قبیله دودورگالی شانس بیاره. آمین. آمین. خداوند یار و یاورش باشه. آمین. حالا حایمه خاتون گفتمان مجلس رو به عهده میگیرن. بفرمایید حایمه خاتون. خانهای دلیر و شریف قبیله دودورگالی. دودورگالی قبیله منم هست. مرحوم پدرم و برادرم هر دو خان بودن. اول به خدا، بعد به دولت خود و بعد به قبایلشون خدمت کردن. راستشو بخواین خیلی خوشحال شدم که ریاست مجلسو به من سپردی. میدونم که تو این روزای سخت خانهای دودورگالی از بین خودشون خانه مناسبی رو انتخاب میکنن. خداوند قبیلتون رو حفظ کنه. آمین. چه کسی میخواد رئیس قبیله دودورگالی بشه؟ آمین.
برای ریاست قبیله دودورگالی آگچا خان و آرتوک خان شرکت کردند. قبل از انتخاب کردن حرفی برای گفتن داری؟ بله هایم خاتون. بفرما. خان های دودورگالی، اگه منو خان انتخاب کنین، با استفاده از تمام وسایل و با حمایت دولتمون، قبیلمون، دوباره صلح و آرامشی که آرزوشو داره به دست میاره انشالله. ایوالله آگچا خان. آرتوک خان، شما هم حرفی برای گفتن داری؟ بله های میخاتون. بفرما. خان های دودورگالی، وقتش قبیله دودورگالی اراده و ذهن و شعور و آگاهی خودشو بالا ببره. برای اینکه قبیلمون دوباره به آرامش برسه باید درون خودمونو قوی کنیم. برای همین درخواست دادم که خان قبیله بشم. بیاین دست به دست هم بدیم و قبیلمونو نجات بدیم. انشالله این انتخاب برای قبیلمون مفید باشه. خانهای شریف دودورگالی، حالا بریم سراغ انتخابات. کی دوست داره آگچا خان انتخاب بشه؟ و حالا چه کسانی دوست دارن که آرتوک خان انتخاب بشه؟ رئیس جدید دودورگالی ها آگچا خان، موفق باشی. ممنون هایم خاتون. بفرما. تبریک میگم آگچا خان، خان دودورگالی ها شدی. ممنون گوندرد خان. تبریک میگم خان دودورگالی ها شدی آگچا خان. ممنون خان. تبریک میگم خان. برادر، منم مثل ایت به بیزانس میام. مادر چطور؟ اگه اون نیاد چی؟ برادرام مادر رو تنها نمیذارم. منم شما رو تنها نمیذارم. نه شما، نه حلیم خاتون و نه گندوز. از حالا شما قبیله منی برادر. ایوالا. بذار سلامت برگردیم. در موردش حرف میزنیم. انشالله. موفق باشی برادر. ممنونم. به سلامت برادر.
سه روز دیگه میرسیم پیش سلطان حلیمه خاتون. سلطان وقتی نامه‌ای که برادرم فرستاده رو بخونه باور میکنه که اون بیگناه ارطغرل خان. انشالله حلیمه، اگه نتونیم خیانت کوبک رو ثابت کنیم، نه فقط ما بلکه کشورمونم به خطر میفته. نویان و باقاچو باید هرچه زودتر ببریم پیش سلطان. زود باش دیگه، زود از گشنگی مرده. بگیر برادر، بگیر. شاهزاده رو بدین به من. جلاد ما اومد باچ. مشکل درست نکنی. نمیتونیم خان، اونو به شما نمیدیم. ارطغرل خان یه طلبو به من سپرده، نمیتونیم اونو به شما بدیم. نمیخوام بهتون آسیبی برسونم، شمشیراتونو بندازین. نکنین خان، ما با جونمون ازش محافظت میکنیم. از سر راه هم برین کنار. خودتونو، ارطغرل خان و قبیله رو به درد سر میندازین. نکنین خان. الپا، حمله کنین. ارطغرل اونا کیان؟ برادرم ایت. تو اینجا منتظر باش حلیمه. آه!
آتش بزن. برای بقای دولت و برای ارطغرل باید این کارو بکنم. برادر! کافیه دیگه برادر، کافیه! بس ارطغرل، این باید تموم بشه. برادر! ارطغرل، تو با قبیلمون رو از این دردسر نجات میدم. جلوی من وای نستا، مانم نشا. برای بقای دولت فرمان سلطان باید اجرا بشه. از سر راه هم برو کنار. ایت برادر، حالت خوبه؟ Yeah!
خان، سنگور تکین. برادر تحمل کن برادر. تو خوب میشی؟ کمک کنین برادر، عجله کنین، زود باشین، سری بلندش کنین آلپا. مادر، من میگم که نه من، نه سنگورتکین و نه خانهای قبیله دیگه صبر ندارن. گندودو، گفتم بدون ارتغرل هیچ مجلسی برگزار نمیشه. حرفای منو نمیشنوی؟ حرفاتون مشکل ما رو حل نمیکنه مادر. من اینو گفتم. گفتم بریم حلب ولی گوش نکردین. گفتم نیاییم به این سرزمین، شما گوش نکردین. هم پدرم، هم ارتغرل به من گوش نکردن. چی شد؟ حق با من بود. بلاهای زیادی سر ما اومد. خیلی از آدم ها مردن. دیگه بسته. شما از اول میدونستین ارتغرل چه قصدی داره مادر. میدونین ولی نمیگین. هرچی ساکت باشین اون از حدش میگذره. مادر، شما بین خان بودن و حس مادری گیج شدین. شما نسبت به ارتغرل ضعف دارین و این ضعف بقای دولت رو به خطر میندازه. حدتو بدون گندودو. مادر، من با خانهای قبیله حرف زدم. مجلس میخوان. دیگه وقتشه یادگاریتونو به صاحبش برگردونین مادر. سنگورتکینم از من حمایت میکنه. میدونم شما از اول برای ما زحمت کشیدین، اما ارتغرل دست بردار نیست. اگه کسی بتونه جلوشو بگیره اون منم. تو منو خورد کردی و با خانها حرف زدی. من ضمانت میکنم وقتی ارتغرل برمیکرده قبیله دو دسته نشه مادر. پس دو دستگی برادرها چی میشه؟ ها؟ دو دستگی دولت بهتر از دو دستگی برادرهاست مادر. اگه بررسی بشه میشکنه. پس بگو سنگورتکینم مثل تو فکر میکنه. هر دو پسرم منو زیر پا میذارن و مجلس تشکیل میدن. مادر، متوجه نیستی؟ درباره شما نیست، درباره ارتغروله. اگه بهش نگیم دست برداره، قبیلمون از هم جدا میشه. خانه تو خیمه منتظرن. بازم حرفی داری مادر؟ میدونی جهنم چیه گندودو؟ نه شاخه داره و نه چوب. هر کی آتیش خودش رو حمل میکنه. اگه اینطوریه بذار همه مهارتتو ببینن و بشناسن. روزی که می گفتی از راه رسید و در خیمه ما رو زد، من فقط یه وظیفه دیگه دارم.
نگه داشتن بچه هم کناره ها. خیراتمندانی که دولت ها رو پیدا و نابود می کنن و انجام وظیفه می کنن درود می فرستم. به جز آکشاخان که رئیس قبیله شد، بقیه خانها تو چنگ امیر سعادت الدین هستن. متاسفانه گندودو خان و سنگور تکین خانم حرف امیر سعادت الدین رو گوش می کنن. جمع شدن خانها تو خیمه گندودو خان نشون میده که میخوان با سنگور تکین خان یه جورای جلوی ارتغرل بیستن. ارتغرل خان بد جوری تو این آتیش داغ داره میسوزه، اما من مطمئنم که بدون کوچکترین تردیدی سر قولی که به شما داده وایستاده. با وجود مشکلات این وظیفه‌ای که بر عهده گرفته رو با پشتکار و اراده‌ای که داره به خوبی انجام میده. خانها، ما باید کاری که لازمه رو انجام بدیم. حالا وقتش رسیده که ما مسئولیت به دوش بگیریم، درسته؟ فردا تو مجلس من اعلام میکنم که با وکالت هایم خاتون قرار خان بشم. ما خیلی وقته که میخوایم شما رو به عنوان خان ببینیم گندور. ایوالا، اما بدون حمایت شما اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم. اتحاد و نظم از بین رفته ما با هم صداشون در میاد. درست میگین خان، اما افراد کمی طرف ارتغرل خان رو میگیرن. ارتغرل خان ادعایی تو خان بودن نداره، ولی ذهن مردم رو گیج میکنه گندودو خان. میدونم میدونم، ولی اینو بدونین که وقتی خان شدم اولین کاری که میکنم قطع کردن صداهای ترک خورده است. حتی اگه برادرم باشه که مانع صلح و آرامش ما میشه، وظیفه منه که جلوی اونو بگیرم. ما یه صدا و یه مشت میشیم. با حمایت کشورمون و شونه به شونه دودورگالیا به آرامشی که دنبالشیم توی اهلت میرسیم انشالله. اگه ارتغرل خان بخواد رئیس قبیله کای بشه چی؟ اون وقت چی میشه؟ هنر ارتغرل خان شکاره، خان بودن کار منه. اما اگه به قول شما بخواد این کارو بکنه، این وظیفه ای منه که اسبای وحشی درونش رو رام کنم. اصلا نگران نباشی. کافیه ما با هم باشیم خان. رأی ما شما این خان. ایوالا ایوالا. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. بگون دایی دو خان بگم اسبشو به میفروشه؟ اون تو خیمه با خاناش مشورت میکنه، حتی بهت گوش نمیده خان. شنیدم که یا دارن سر خان شدن بحث میکنن، این واقعیت داره؟ گفت نمی فروشه خان.
شما راه خودتون رو برین و اسب دیگه ای پیدا کنین. بریم. ارتقرال شاهزاده تو قبیله چی کار میکنه؟ برادر آروم خان، آروم. ارتقرال، کدوم ظالم این کارو کرده؟ آروم خان، آروم، مراقب باشین. آروم خان. چطور همچین شد خان؟ روی یک کنده تیز افتاد. انشالله ریه هاش پاره نشده باشه. انشالله گوشت رو سوراخ کرده و داخلش رفته. ارتقران، بگو چه اتفاقی افتاده برادر؟ شما بیرون منتظر باشین خان. ارتقرال، زبونتو قورت دادی؟ سنگور رو کنده و این چیزا نیفتاده. سنگور چی شده؟ راستشو بهم بگو. تو جای قارو به سنگور گفتی برادر؟ چطور این کارو کردی؟ چطور تونستی بگی غار کجاست؟ چطور تونستی اونو به غار بفرستی وقتی میدونی اون با یه چی کار میکنه؟ اول جواب منو بده، سنگور چی شده؟ وقتی میخواستم جلوی کشتن ییتو بگیرم این اتفاق افتاد. چی میگی ارتقرال؟ خدای من، سرپیچی؟ از دستورات امیر سعادت دین کافی نبود؟ خونه برادرت هم ریختی؟ وای چه بلایی سرمون اومد. به خاطر تو سنگور با آلپا به غار حمله کردن. من میخواستم ثابت کنم نویان و بواش با کبک هم دستن و ما رو تو درد سر انداختن. وقتی جلوی سنگور رو میگرفتم این اتفاق افتاد. ارتقرال، گندودا، سنگور تکین چی شده؟ سنگور به خاطر ارتقرال اون تو داره با مرد دست و پنجه نرم میکنه. خدایا ما رو حفظ کن. چی کار کردی ارتقرال؟ مادر گفت، مادر سنگور قبلا گفت، گفت به خاطر لجبازی ارتقرال تو این قبیله دیر یا زود خون برادرها ریخته میشه. بالاخره هم اتفاق افتاد، ارتقرال خون برادرها ریخت. این حقیقت داره؟ مادر یه لحظه گوش کن. شر بر تو!
شرم بر تو، دستتو به خون برادرتم آلوده کردی. شرم بر تو.